وقوع سیل‌های ناگهانی تقریباً تمام شهرهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و کارشناسان از نقش تغییرات اقلیمی در این خصوص خبر دادند. اما تعریف دقیق سیلاب‌های ناگهانی چیست؟ سیل‌های ناگهانی معمولاً در زمان بارندگی‌های شدید رخ می‌دهند، یعنی زمانی که میزان بارش باران از ظرفیت نگهداری آب در سیستم فاضلاب شهر بیشتر می‌شود. در این شرایط خیابان‌ها غیر قابل عبور می‌شوند و خودروهای رها شده در خیابان قابل مشاهده هستند. خانه‌ها و فروشگاه‌ها نیز هنگام وقوع سیل دچار آسیب می‌شوند. سیل می‌تواند زیرساخت‌های عمومی مهم مانند سیستم حمل و نقل و بیمارستان‌ها را با مشکل روبرو کند. برخی بیمارستان‌ها حتی ممکن است به دلیل نبود برق بیماران را به اجبار مرخص کنند. چرا این رویداد طبیعی در شهرها اتفاق می‌افتد؟ احتمال وقوع این پدیده در مناطق شهری بیشتر است، چرا که پیاده‌روها، خیابان‌ها و بسیاری از قسمت‌های شهری دارای سطوح سخت مانند سنگ فرش یا آسفالت هستند. همین امر باعث می‌شود آب نتواند در زمان بارش باران به داخل زمین نفوذ کند. استان هنان چین هم در روزهای اخیر شاهد بارش‌های سیل‌آسا بود و مرگ بیش از 70 نفر در این سیلاب تایید شد. طبق آمارها میزان بارندگی یکی از شهرهای این استان طی 3 روز معادل بارندگی های یک سال در شرایط عادی آب و هوایی بوده است. آلمان و بلژیک نیز در ماه جاری میلادی دچار سیلاب شدید شدند و ده‌ها نفر از شهروندان این کشورها جان باختند. بخشی از لندن، پایتخت انگلستان نیز اخیراً به دلیل جاری شدن سیل زیر آب رفت. کارشناسان بریتانیایی سیستم فاضلاب قدیمی شهر لندن را که ظرفیت پذیرش میزان بارش‌های فعلی و پاسخگویی به جمعیت رشد یافته این شهر را ندارد، علت بروز سیل دانستند. آیا سیل‌های ناگهانی بیشتر از گذشته رخ می‌دهند؟ عوامل مختلفی در جاری شدن سیل نقش دارند، اما تغییرات اقلیمی باعث شده وقوع بارندگی‌های بسیار شدید بیشتر از گذشته رخ دهد. محققان هشدار دادند در صورتی که شرایط تغییرات اقلیمی وخیم‌تر شود، احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی تا سال 2080 5 برابر خواهد شد. چه کاری در این خصوص می‌توان انجام داد؟ ایجاد تغییراتی در ساختار شهرها می‌تواند از بدترین اثرات سیل جلوگیری کند. به طور مثال، ساخت پیاده‌روهایی که می‌توانند آب را در فرو ببرند، گسترش فضای سبز و پوشش گیاهی شهرها نیز می تواند در کمتر شدن اثرات منفی سیل مؤثر باشد. همچنین پیش بینی دقیق بارش‌های شدید سیل‌آسا و آگاهی مردم در این خصوص می تواند از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کند. رانندگان خودرو نیز باید دقت بیشتری داشته باشند، چرا که بیشتر قربانیان سیل در حال رانندگی بودند. در صورتی که عمق سیلاب جاری در یک شهر تنها 30 سانتی متر باشد، خودروها در آب شناور می شوند. تقریبا تمام شهرهای جهان در معرض سیل‌های ناگهانی قرار دارند و در حال حاضر نمی‌توان از وقوع آنها جلوگیری کرد، اما با سرمایه‌گذاری و انجام اقداماتی برای مقابله با این پدیده، اثرات منفی آن بر شهرها کمتر خواهد شد.